سلام دارم خدمت شما حضار محترم، خانم ها و آقایان. و قبل از اینکه صحبتم رو شروع کنه، جا داره که از شما عزیزان تشکر کنم به خاطر این برنامه هایی که ماهانه امکانش رو فراهم میکنید. این جمع جوانی که اینجا نشستن و همه میان با ذوق و شوق در این جلسه ها شرکت میکنن و این امید میده که ایران امکان تحول درش هست و این امکان تحول رو من اعتقاد دارم نقش ما درش خیلی قویه. اگر که کوشش فراوان تر بکنیم، 100% در تحول تأثیر به سزای خواهیم گذاشت. بعد از اینکه جلسه قبل من در خدمت شما بودم و صحبت کردم در رابطه با موفقیت و در حقیقت رشد صحبت کردیم، بعد از اون من در گروه از دوستان خواهش کردم که چه موضوعی رو مورد علاقشون هست که مطرح کنیم در جلسه آینده، و 4-5 نفر جواب بدم. بعد از اینکه جواب ها رو به اصطلاح خوندم، یعنی خواسته های این دوستان رو که منو خیلی خوشحال کرد که جواب داده بودن، به این رسیدم که بحث بکنیم راجع به نقش حقوق در زندگی و سیاست، چون که سوالا شکلاش جوری بود که در این موضوع میگنجه. پس امروز من راجع به نقش حقوق و سیاست در خدمت شما هستم. صحبت خودم رو از اینجا شروع میکنم که اگر صبح هر کسی که از خواب بیدار میشه، اولین برخوردش با خودشه. برخورد دومش در همون لحظه حس میکنه، با یک نفس کشیدن رابطه پیدا میکنه با طبیعت خودش، طبیعت اطراف خودش. بعد یه رابطه پیدا میکنه وقتی که با دیگران در ارتباط قرار میگیره. ولی هر کسی صبح هم که از خواب بلند میشه، اولین سوال از خودش این است که امروز من چه بکنم، چه هدفی دارم، چه برنامه‌ای دارم. این رو اکثر مردم خود صبح از خودشون میپرسن. برای اینکه کسی بخواد به خودش جواب بده چه هدفی دارم، چه برنامه‌ای دارم، چه کار میخوام بکنم، این برمیگرده به اینکه رابطش با خودش بر اساس چه نوع طرز تفکری است. اون طرز تفکره بهش پاسخ میده که امروز چه عمل بکنه و چه هدفی داشته باشه. آیا من بر اساس منافع برخورد میکنم با خودم؟ آیا من علاقه دارم یه زندگی داشته باشم در نبود خشونت؟ دوست دارم به خودم یا به دیگری کمک بکنم یا دوست ندارم کمک بکنم؟ یا اینکه در حقیقت نسبت به خودم و دیگری بی تفاوتم؟ اینا هر کدوم بستگی داره به اون طرز تفکری که هر کی داره، این سوالایی که میکنه چه نوع پاسخی بهش بده. انسان چون ذاتاً دارای مجموعه حقوقه، و این رو نه به عنوان شعار بگیم، بلکه همونطور که بگن انسان یک مجموعه ارگان داره در درون بدنش، مثل ریه داره، کلیه داره، اینها یه مجموعه با هم هماهنگ عمل میکنند. اگر هماهنگ عمل نکنن چه اتفاقی برای ما میفته؟ ما بیمار میشیم. اگه همه مجموعه خوب عمل نکنه، خب میگن این در حال مرگه، چون مجموعه خوب عمل نمیکنه. پس هر کسی داره یک مجموعه حقوقه. اگر این مجموعه حقوق رو ازش خوب استفاده بکنه، کیفیت زندگیش میره بالا. اگه از این مجموعه حقوق بگه نه آقا اینا رو فقط برای تو جلسه خوبه، ولش کن، کیفیت زندگیش پایینه. دلیل موفقیت و عدم موفقیت در همین ذهنیته. اگر کسی موفق نمیشه تو زندگیش، باید اول از خودش سوال کنه من چه میکنم که موفق نیستم، چه نوع بینشی دارم. انسان توجیهگرا هستن تا نه، برای هر عملی که انجام نمیشه دنبال راه حل میگردم ببینم به چه دلیل. دلیلش اول در درون خودم پیدا کنم، نه اینکه همه دنیا مقصرن جز من، بلکه در درون خودم، و برایش راه حل پیدا کنم. هر انسانی دارای یک سری استعداد هست، به صفت مرد یا زن فضلهایی داره یا استعدادهایی داره. مخصوص زن فرق میکنه با فضلها و استعدادهایی که مرد داره. اینا ضد هم نیستن، مکمل هم هستن. و در مجموع یک سری حقوق داره. اگر اینها را در رابطه با هم ازش سعی کنه برخوردار بشه، انسان موفقی هست، انسان شادی هست، بدون خشونت زندگی میکنه. اگر انسان اصل فکرش بر اساس منافع باشه،
اگر بر اساس منافع باشه چه شکلی نگاه میکنه، رابطهش رو با دیگران به میزانی تنظیم میکنه که منفعت خودش حفظ بشه. اکثر این آدم ها فکر میکنن دیگران متوجه نمیشن که این آدم منفعت طلبیه، خودمحور است، کسی فکر نمیکنه، خود آدمی که انجام میده خیال میکنه بقیه متوجه میشن، در صورتی که هر کس متوجه میشه میگه این آدم فقط به فکر منافع خودشه. تا خرش از پل گذشت اون کاری میکنه که دوست داره، در حقیقت عملی که انجام میده ضد حقه، یعنی رعایت حق دیگری رو نمیکنه، رعایت حق خودش رو هم نمیکنه. این آدم ها نه اینکه رابطه با خودشون رو بر اساس منافع نگاه میکنن، نه اینکه رابطه خودشون رو بر اساس طبیعت، یعنی با طبیعت بسیار بیگانه هستن، برایشون مهم نیست در طبیعت چه اتفاقی میفته، در حقیقت تصور میکنن مالک و صاحب طبیعت هستن. این که دارم خدمت رو عرض میکنم با رئیس کارخونه حرف نمیزنیم و وزیران کشور، من شما به عنوان یک شهروند داره نگاه میکنه. وقتی میگیم رابطه با طبیعت، هر کی باید در سطل آشغال خودشو باز کنه بگه من رابطه‌ام با طبیعت چه شکلی است، به چه میزان آلوده میکنم، در طول روز رابطه‌ام با طبیعت چگونه است. اگر تو خیابون رد شدم پلاستیکی دیدم افتاده یا روغن ماشینی که ریخته، آیا تلفن میکنم به آتش نشانی بگم اینجا روغن ریخته شده زمین، یا بگم من مربوط نیست، درخت مال من نیست، مال آلمانی است، یا اینکه نه فکر میکنم این درخت مال من هم هست، مال طبیعت جهان من است و با اون رابطه برقرار میکنم. این احساس مسئولیت بسیار امر اساسی است. حالا انسان در اون رابطه که خدمتتون عرض کردم که صبح بلند میشه با خودش یک رابطه داره، با طبیعت خودش رابطه داره، با دیگری یک رابطه دیگه هم وجود داره. هر انسان چهار رابطه داره، میخواد اعتقاد داشته باشه، میخواد نداشته باشه. اعتقاد چهارون رابطه است با خدا، یا رابطه با خدا حق مطلق است، رابطه حق هست با حق، نه به عنوان یک قدرت مطلق، حق مطلقه، یعنی آزادی مطلقه. یا اینکه نه، آدم تو ذهن خودش تصور میکنه خدا یه موجود قدرتمندی است که اگه شب کنکور دعا کنم من فردا قبول میکنه، اگه امروز که با زنم دعوام شده یا با شوهرم بهش رجوع کنم کار من راه میندازه، حالا که بدهکار هستم بدهکاریم رو رفع میکنم. اکثر مردم اینطور رفتار میکنن، غیر از این رفتار میکنن؟ الان فکر کنیم بقیه با خدا چشه؟ خدا یه کسیه، یه مجموعه، به قول یه آقای یه دفعه باش حرف میزدم، ایشون دکترا هم داشت، دکترای جامعه شناسی و شهرسازی داشت و اعتقاد داشت که خداوند گنجینه تمام جهان در اختیار اوست، کلیدش دست اونه، اینه به هر کی دلش بخواد میده، حالا اگه ما شانس بیاریم به ما بده ما وضعمون خوب بشه. اصلا نمیدونم برای چی رفته بود دکترا گرفته بود، برای من جای سواله. اگر خیال میکنه کلیدو به یکی میدن، خب برو دنبال گرفتن کلید. پس چرا رفتی تحصیلاتی کردی که امکانات و شرایط زندگی خودتو بخوای تغییر بدی؟ این دوتا با هم در تضاد در روحیه انسان دیگه. اما اکثر آدمها تا به بدبختی میفتن رابطه خود با خدا رو بر اساس منافع تنظیم میکنن. یه دم از خدا دیگه بیزار هستن، میگه هرچی تقاضا کردیم به ما نداد، خب دیگه این چه به درد من میخوره؟ در صورتی که هر کس خود خیشتن رو هدایت میکنه یا هر کس خود خیشتن رو از هدایت دور میکنه. من میتوانم امکانات موفقیت و به خوشبختی خودم رو خودم به وجود بیارم اگر به حقوق عمل کنم. اگر به حقوق عمل نکنم هزار تا خدا میارید اینجا بذارید، هیچ مسئله حل نخواهد شد. بزرگترین عملی که انسان انجام میده و این عمل ضد حقوقه، به نظر شما چیست که تولید خشونت میکنه در زندگی ما؟ به نظر من توجیه گرایی است. اکثر آدم ها تا که یه مشکل براشون به وجود میاد، مخصوصا در رابطه با دیگری، شروع میکنن به توجیه کردن. شما فکرشو بکنید، کسی که سیگار رو میخواد دستش بگیره تا توجیه نکنه من ضعیفم، این کیف میده، بعد از چای نمیدونی، عادت کردم، و صد تا دلیل دیگه، تا نگه نمیتونه سیگار بکشه، امکان نداره. اون کسی که کارد ور میداره میکنه تو گوشت خودش، هستن کسایی که تو مثلا تو هندوستان میکنن، تصور میکنه مثلا با فرو کردن این و درد حس نکردن با خدای خودش رابطه برقرار میکنه، چون این اینقدر در ایمانش قوی شده وقتی سیخم میکنه درد نمیکنه. به من اگه که سوزن بزنه جیغ میزنم، به شما همینطور صدا میره بالا که این
چه کاری با من میکنه. پس برمیگره به اصل راهنما و فکر انسان و هر عملی که ما انجام میدیم ضد حق بدونید که براش توجیه میکنه. میگید نه از این به بعد مچ خودتون رو بگیرید، هر وقت که یه اتفاق میفته توجیه میکنید بدونید عملتون ضد حقه. بدونید اگر که عملتون حق باشه توجیه احتیاج نیست. هرچی هم بگم بگید نه این عمل انجام دادم چون درست میدونستم، کاری که کردم منطقی بود، استقلال آزادیم در این بود، استقلال آزادی شما رو ازش دفاع کردم و من دفاع از حقوق کردم، کاری بدی نکردم که بخوام عذرخواهی کنم. عذرخواهی موقعی ممکن میشه یا در توجیه یا اینکه عمل ضد حق انجام دادم. برای هر کاری یه معیار احتیاج هست، معیار. معیارهایی که ضد خشونت انسان و ضد طبیعت هستن، این معیارها مطابقت دارن با حقوق انسان، با مجموعه حقوق. الان ما راجع به مجموعه حقوق صحبت نمی کنیم. اگر دوست داشته باشید یک روز راجع به حقوق اساسی انسان، البته همه حقوق به هم ارتباط دارن، نمیشه گفت مثلا من حق رشد رو از حق کار جدا میکنم، نمیشه. همه اینها میگن در فیزیک ظروف مرتبطه. شما اگه یه قطره آب اینجا بریزید در تمام سیستم خودش نشون میده، مثل ظروف مرتبطه به هم در ارتباط. اگر من زور رو پذیرفتم، یک حق رو کنار گذاشتم، تمام حقوق من تضعیف میشه، از انسانیت خودم میفتم. اگر به یک حق درست عمل کردم، به همه حقوقم دارم عمل میکنم. به خاطر همین قدرت ها کلا سر ما میذارم. میگن استقلال کشور بر آزادی تقدم داره، یعنی فعلا آزادی ها رو نمیدیم تا کشور مستقل. دروغ میگن، میخوان استبداد حاکم کنن. یا میگن آزادی بر استقلال تقدم داره، یعنی چه؟ یعنی میخوان بریم زده بند کنیم با خارجی، فعلا چون شما آزاد هستید بذار زده بند کنیم. نه، اگر زده بند کرد من هم استقلالمو از دست میدم، هم چی؟ هم آزادیمو از دست میدم. در زندگی هم همینطوره. اگه همسری به اون یکی گفت که حالا فرزن بذار من برای تصمیم بگیرم این کارو بکنم، من میدونم، بدون باشید اگه گفت استقلال من زیر علامت سوال بود، آزادی من فردا از بین خواهد بود. اما اول بیان زیبایی میکنه که من به خاطر اینکه تو رو دوست میدارم و آزادی هاتو میخوام رعایت کنم، این امور رو بذار من برای تصمیم بگیرم. در درجه اول میخواد بگه تو نفهمی، نمیفهمی، مشورتم نمیکنه. غیر از اینه، حالا چه زن برای مرد بکنه چه مرد برای زن، بلکه هر دو میتونن با هم حرف بزنن. حق و حقوق من کجاست؟ اونجا که زار رابطه ضد حقه به هم دیگه توصیه بکنن. خدمتتون عرض کردم که سطل آشغال درشو برداریم چه اتفاقی میفته؟ به خودمون پاسخ میدیم، به لباسایی که میپوشیم، به رفتار روزمرمون. رابطه ما با طبیعت چیست؟ طبیعت رو دولت‌ها عمران نمی‌کنن، من و شما به عنوان شهروند هستیم که رعایت حقوقش رو میکنیم. اگر همه شهروندان رعایت بکنن، دولت ها مجبور هستن رعایت کنن، بعد ما مثلا تهران جزء کثیرترین شهرهای ایران نخواهد بود. بقیه دنیا هم به همین ترتیب. الان جدیدن اعلام کردن بعد از آخرین نشست محیط زیست، گفتن حتی درخت های جنگل های آلمان رو باید تغییر داد به مرور زمان، چرا که هوا اینقدر گرم شده که این نوع درخت‌ها طاقت گرما رو دیگه نخواهد و ما طبیعت نخواهیم داشت. شما تا حالا در ایران از کسی شنیدید که همچین پیش‌بینی‌هایی بکنم می‌خوایم کاری بکنیم؟ نه، آقای کلانتری که سالیان سال خودش وزیر کشاورزی بوده میگه من پیش‌بینی می‌کنم تا 20 سال دیگه نصف جمعیت ایران از ایران کوچ خواهند کرد چون دیگر ما طبیعتی نداریم. آقای عزیز شما 12 سال چه می‌کردید؟ چه می‌کردی؟ حالا چه می‌کنی؟ پیش بینی همه میدونیم که هوای تهران به گونه ای است که 20 برابر حد استاندارد کثیف. رابطه انسان با خدا رو خدمتتون عرض کردم که چه نوع رابطه است. بسیاری که زده میشن، یکی که رابطه خودشون رو میبینن با خدا که میگه که هر چی خواستیم به ما نداد، این چه خدا چه عدالتی است که به یکی خیلی میده به یکی کمتر، خیال میکنه اون نشسته داره میده و میگیره و میاد. نه، من انسانی هستم با مجموعی از استعدادها که استعدادها رو دارم. استعدادهایی که من دارم منحصر به فرد، همونطور که تک تک شما استعدادهای منحصر به فرد خودتون رو دارید که اگه اونها رو پیدا کنید و قبول کنید که رشد کردن حق منه و وظیفه من، در زندگی آنچنان شکوفا میشید که میگن واو فلان رو دیدید، این همونه که 10 سال پیش باید فلان
تصور میکنم ما باید نه اون داشته رشد میکرده تا به نهایت من عمل مثلا نمیکردم. پس هر کس مسئول زندگی و عمل خودش در تحول. حالا روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید چه شکلی باشه؟ اونم یه سوال دیگه. اگر من بر اساس حقوق باید عمل کنم، اون روابط باید بر اساس چی تنظیم بشه؟ اون روابط اگر ضد حق باشه، حقوق من رو هم محدود می‌کنه. پس بنابراین ببینید 5 دسته حقوق وجود داره. حقوقی که من با خود دارم، حقوقی که من به عنوان یک انسان و شهروند در بین جمع شما به عنوان شهروند دارم، یک حقوق ملی داریم به عنوان وطن که تمام اقوام و انسان‌های مختلف با زبان‌ها، گویش‌ها، آداب و رسوم در زندگی می‌کنن. بعد مثلا ما به عنوان ایران عضو یک جامعه جهانی هستیم که باز حقوق مشترک داریم، نه منافع مشترک. مثلا آمریکا می‌خواد حق دخالت در ایران به چه حقی داره؟ به چه حق ما رو تحریم می‌کنه؟ چرا برای ما خط و نشان می‌کشه؟ حقی نداره برام. مگه آمریکایی‌ها اجازه میدن ما بر اون خط و نشون بکشیم بگیم چرا 2000 تا مثلا بمب اتم داری یا چرا دنیا رو داری کثیف می‌کنی؟ میگن به شما مربوط نیست. چرا اونها این حق رو به خودشون میدن؟ چون سلطه بر ما میخوان روا کنن. و الانم برقرار کردن با آقای خامنه‌ای به همه توافقات رسیدن، فشارها زیاده، ملت ایران در سکوت 2 سال تعارف نداریم، ملت ایران رو در سکوت بردن. یعنی آنچه را که آمریکایی‌ها بیشتر از همه میترسن به عقیده من، نه آقای خامنه‌ای است، نسل شما جوانها و جوانهای داخل ایرانه که در عرض 100 سال گذشته ایرانی‌ها 3 بار انقلاب کردن، متاسفانه برگشتیم سایز جای اول، ولی تنها کشوری هستیم که 3 بار انقلاب کرده، در عرض 40 سال گذشته چندین جنبش بسیار بزرگ کرده، بقیه کشورها ازش استفاده کردن، تونس تغییر رویه داده، بهار عربی به وجود اومده، کشورها دیگه تحول کرده. من و شما هنوز در راجع به تحول حرف می‌زنیم و آمریکایی‌ها طبق یه صحبت یه جامعه شناس میگه 3 تا دونه قوم هستن یا 3 تا کشور هستن که امکان تحول جهانی به وجود میاد. یک ایران، یکی مصر که امکانش رو نداره، لحاظ سیاسی وضعیت بسیار بدی داره، یکی هندوستان به حساب تنوع قومی بهش اجازه نمیده، یکی هم ایران. میگه ایران بهتر امکاناتو داره با تجربه که داره. پس بنابراین اگر ما ملت رو چیش میگن نمد مالمون کنن و در فقر و فساد ما را ببرن که حرکت نکنیم، به خاطر اینکه اگر حرکت بکنیم، آزادی بخوایم، استقلال بخوایم، رشد بخوایم، بقیه دنیا میگن ای ایرانی‌ها تونستن، خب ما هم میکنیم. همونطور که بعد از انقلاب سال 57 بسیاری از کشورها، ایران شد الگوی تحول براشون، بدون تیر و تفنگ رفتن انقلاب کردن، حکومتشون رو عوض کردن. اونا عوض کردن مثلا از جمله لهستان، ما نتونستیم. ما 2 مرتبه آقای خمینی اومد حاکم شد بر جان، مال و ناموس. پس بنابراین این 5 دسته حقوق باید در کشور رعایت بشود. یکی که جامعه انجام بش میده، یکی که دولت مسئوله. پس بنابراین یک قانون اساسی کشور ما نیاز داره که قانون اساسی که الان هست نباشه. در حال حاضر آقای رهبر هر کسی میخواد باشه، جانشینش قبلیش که خمینی بوده، حالا ایشون، اینا الان سلسله روحانیت درست کردن. تعارف که نیست که، در کل 40 سال سلسله روحانیت در ایران حاکم. نفر بعدی بیاد فوقش بگه مثلا من آزادی اجازه به تو میدم، حالا که به شما به چه حق کردی به من اجازه میدی یا نمی؟ مثلا به خانم‌ها اجازه میدیم رنگ پوشش انتخاب کنن، به شما چه حق دارید که بخواید بگی؟ کی گفته بگه خانم شما حق دارید پوشش تو چه شکلی انتخاب کنی یا نکنی و به چه رنگی؟ این تحقیر زنه که بگه من به تو اجازه میدم. اون به عنوان انسان خب خودش میتونه تشخیص بده. این که یک حداقل انتخابه، حداقل نوع رشد و تحول و عشق و زندگی رو او باید تعیین کنه، هر انسان خودش باید تشخیص بده. حالا پس بنابراین این آقای رهبر که محور قدرت است در ایران، این باید از بین برود. شوخی هم نداره، چون شما هر دستگاهی، هر عملی در ایران میشه ضد حقه. چرا که باید قدرت مطلقه رو نگه داشت. زمان شاه هم همینطور بود، شاه خدایگان بود، شاهنشاه بود، شاه شاهان بود و یک محور بود. هرچه قوانین و ارتش و هر ارگانی که به وجود اومد، اولین هدفش نگاهداری نظام بود.
بس مردم میشن دست چندم. خب حالا اون تجربه رو در پیشنویس قانون اساسی ترمیم کردن. پیشنویس قانون اساسی هیچ محوری درش نبود، آزادی بود و تحول بود و حقوق. خب اومدن در ایران قانون اساسی رو عوض کردن، بهش اضافه کردن ولایت فقیه با سه اختیار. سه اختیاری که در حقیقت اگر رئیس دیوان عالی انتخاب بشه این باید حکم میداد، رئیس جمهور انتخاب بشه فقط باید حکم رو تقدیم میکرد، تشریفاتی بود. اما خب آقای خمینی تا سال 60 بیش از 70 مورد تجاوز به قانون اساسی کرده بود که باید براش دادگاه میذاشتن، کودتا کرد نذاشت. خب پس اگر که این 5 دسته موارد باید اجرا بشود، کی باید اجرا کنه؟ یه دولت منتخب مردم، مجلس منتخب مردم باید در تمام قوانین موضوعه که وضع میشوند این قوانین رو بیارند متناسب با برخورداری از اون 5 دسته حقوق. من یه کتاب آوردم یادم رفت بذارم اینجا، امکان داره اون که کتاب از اونجا من بدی؟ من یه خیلی تشکر. این کتاب رو من هم خوشحال هستم که در یک جمعی از دوستان بیشماری بیش از 2 سال روش کار کردیم و کتابی هست دادیم بیرون، قانون اساسی چه اصولی باید داشته باشه، رابطه قوه مقننه قضاییه و مجریه و رسانه ها با این اصول باید چی باشه. پیشنهاد من به شما اینه که این کتاب رو بخونید. اگر شما میگید دفاع از حقوق میکنم، بگید آینده ما کجاش کم و زیاد داره، اینا کم از زیادش کنه. در زمینه حقوق کودک، در زمینه حقوق زنان، حقوق شهروندی، چه از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، چه از لحاظ یک اقتصاد تولید محور چگونه باید باشه، هم در رابطه با طبیعت 233 اصل رو بررسی کرد. در قانون اساسی آلمان 19 اصل راجع به حقوق انسان نوشته شده و حقوق طبیعت. نه، 233 اصل. یعنی هر اصول حقوق بشر در هر رابطه رعایت شده با زیر مجموعه ها. من چند تا اصل رو خدمت شما اینجا میخونم، اگر عزیزی بگه که نه کم و کاست داره، بشینیم با هم بگیم کم و کاست هاشو چه شکلی برطرف کنیم، یا اینکه نه اینا همون چیزهاییست که ما دلمون میخواد داشته باشیم. کتاب مفصل است، من سعی کردم چند نمونه بیارم خدمت دارم. در اصلی میگه حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه اوست که ستم نکند. حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوقش خیش را از دیگران بخواهد و وظیفه اوست که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی برپا خیزد. متاسفانه ما خیلی کم انجام میدیم. و بر میزان عدل برای برخورداری همگان از حقوق خیش از اصل ستمگر مباش، ستم پذیر مباش و یار ستم دیده در برابر ستمگر باش پیروی کند، که این از اصول فکری ایرانیان از دوران اساطیری تا امروز بوده. این حق هم اقتصادی است، هم سیاسی، هم فرهنگی و هم اجتماعی. به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل نیز از لحاظ موقعیت‌ها و شرایط رشد تحت ستم قرار نگیرد. مثلا یکی از بزرگترین ستم‌هایی که به زنان ایران میشه در زمینه رشد، حتی مدرک تحصیلیشون در حقیقت به عنوان جهیزیه نگاه میشه بشه. میگن باید یه داشته باشی تو بخیر بتونی ازدواج کنی. نمیشه که این زن از اولی تحقیر میشه، تحصیل میکنم یه زورکی است دیگه، برای اینکه با یه مردی آشنا بشم که اون بگه شما لیسانس داری یا نداری، قبل از که من شعور دارم، فکر دارم، فرهنگ دارم، چی دارم، آرمان دارم یا ندارم. اصل دیگری اصل 38 هست. بنابر این که انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضل‌هاست، رشد پذیر است. انسان‌ها زن و مرد نداره، کودک و بزرگان نداره. و از آنجا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی مطلوب نظام باز است. نظام باز نظامی است که در آن رشد قدرت جایگزین رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه مثل علم، فن، دانش، سرمایه، اینا میشن نیروهای محرکه، بی آنکه ویران شوند در رشد انسان و عمران طبیعت به کار برده شوند.
در حال حاضر ما ضد این قانون در ایران انجام دقیقاً ضدشه. نه طبیعت عمران میشه، نه تمام سرمایه‌ها خرج قدرت میشه. شما بگید در کدام امور خرج قدرت نمیشه؟ حتی آقای احمدی نژاد که میره ساختمان سازی میکنه، ساختمان سازی ضد انسانه. مجموعه های بیشمارشون مهندس هستن و دیگرانی که در این کار سررشته هستن. در سالهای 50 و 60 تو آلمان یه اشتباه کردن، مجموعه سازی کردن، فضای سبز کم دادن، گفتن بزرگترین جنایت بشری. خب نمیشه یاد گرفت بعد از 70 سال گفت ما دیگه نمیکنیم؟ مجموعه های ساختن ویران ساز و سرمایه ها را در جهت تخریب به کار میبرن. در موضوع شهروندی، شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند. بنابر این که هر موجود زنده‌ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری امور خیش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه‌ای زندگی کند که در آن برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی خود کامل باشد. این حق هر انسانه. در حد محیط، حتی در خانواده، پدر مادر هیچ حقی ندارن به فرزند خود خط نشون بکشن، حدود مشخص کنن، میتونن راه نمایی کنن. خدمتون عرض کنم که در رابطه با آزادی اندیشه، اندیشیدن و اظهار آن، خواهش میکنم توجه کنید، اندیشیدن و اظهار آن حقی انکار ناکردنی است. اظهار نظر ولو مخالف حقوق پنجگانه آزاد است. حتی من بگم من مخالف حقوق است، اظهارش که آزاده دیگه، اما عمل به آن وقتی ناقض حقی از حقوق پنجگانه نیست، حقی انکار ناکردنی است. در عمل نمیشه گفت من چون مخالف هستم میخوام اره بدن درخت ببرم. خب ما که دفاع از حق طبیعت میکنیم، آقا ببخشید درخت دوست نداری نشوش، ولی این مال تو تنها نیست، مال تمام بشریت، مال طبیعته، اجازه بد نمیدن. حق اختلاف در نظر حقی است که همه از آن برخوردارن. هر جامعه باید بر این اساس اداره شود که یک شخص و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را می‌دانند و نه تمام حقیقت را. بنابراین همه حق دارند با رعایت صلح و دوستی و با تلاش در خشونت زدایی اختلاف در نظر داشته باشند. این رو اکثر گروه‌های سیاسی تصور می‌کنه اگه من اختلاف نظر دارم باید جنگم با هم بکنه. تو خانواده چه شکلی عمل میشه؟ زنی و مردی که در هم با هم اختلاف نظر دارن، اختلاف نظر رو پایه جدایی و فشار میکنن با هم دیگه، در صورتی که باید به رسمیت شمرد. من با همسرم مشترکات داریم در نظر، به همین دلیل زندگی میکنیم، اختلاف نظر داریم به رسمیت میشناسیم، غیر از این نیست. مگه میشه من گفتم من با شما اختلاف نظر دارم، دیگه با شما هر چرا مثلا رنگ مشکی تنتون کرد؟ سلیقه است دیگه، انتخاب کردی نوع دیگری از رنگ و مثلا پوشش رو میطلبید، یا حتی نظر دیگه ای داری. اختلاف نظرها با شما دوستی ها رو نگاه کنید. شما تا حالا با یک دوستی که میخواید دوست بشید نشستید ردیف کنید که من چه خصوصیات با اون دارم؟ هیچ وقت. وقتی دو نفر با هم رفیق میشن، رفیق میشن، جور در میاد. اما من آقای شفایی اگه بخوام جدا بشیم یه لیستی میکنم، اون روز به من اینو گفت، بعد این کارو کرد، بعد اون روز که اومدم به من چپ نگاه کرد، تخم مرغ گذاشت کنار سفیدش اینطوری بود، اینا رو میکنم همش موضوع دعوا. پس که اینا موضوع دعوا نیست. اختلاف در غذا پختن، اختلاف در نظر، اختلاف در منش. خانواده ها اگر نکنن خیلی خوبه، در زمینه سیاسی هم به همین ترتیب. این عصر رو خدمتون عرض میکنم. از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان حق است و نه ننگ. آقا دیدی لهجه ترکی داره؟ دیدی اینشون رشتیه؟ دیدو ایشون لوره؟ تحقیر میکنیم دیگه. به چه حق؟ حقشه و ننگ نیست که هر کسی زبان و گوشش و فرهنگ خودش داشته باشه. نقد دینها و مرام‌های مروج مخالف این گوناگونی و تبعیض حق هر انسانه. هر انسان حق دارد آموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیض‌ها برهد. مبارزه با تمامی تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است. اصولی هست در رابطه با حقوق کودک، بذارید یه بند کوچیکش میگم چون مفصل راجع به حقوق کودک اومده. کودکان در بر دفاع در برابر تجاوز
حق دارند. ما ایران متاسفانه با کودکان خیابون مثل که آشغال خیابون مردم بهش نگاه، یا به دیدگر بدبخت، بیشتر از این ترحمی نیست، متوجه هستی؟ در صورتی که حق دارن که ما دفاع بکنیم از این حقی که به اونها تجاوز شده، از این ناحق. در صورت تجاوز به حقوق آنها، دفاع از حقوق آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضایی است. یعنی اگه بچه همسایه رو دادم به من نیست، مربوط نیست، نیست، اون مثل بچه منه و هر اتفاق دیگه که بیفته. در صورت جدایی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند ملاک حقوق او و نیازمندی های اوست و رشد او. این اصله، نه اینکه حالا پدر بزرگش کی بیشتر پول داره کی کمتر، باید ببینم بچه کجا میتونه رشد کنه. من یه اصلی رو در رابطه با زنان میخونم و میرم به پایان صحبت خودم چون وقت کم داریم. در رابطه با زنان که اصول زیادی در اونجا هست، به نظر من مفید هست برای مخصوصا نسل جوان که بدونه من چه حقوقی دارم، اصلا رابطه زناشویی رو بر اساس چه تنظیم میکنم، مقدار جهیزیه، پول پدرش، چند تا بچه داره، چقدر به ما ارث میرسه، یا اینکه نه، فکر، نظر، عقیده و مرام طرف مقابل. من با یک کسی میخواهم زندگی کنم، من با یکی نمیخواهم برم خرید کنم که کی برای من پول میاره. و بالعکس اگه زنها به مرد این شکل نگاه میکنن، مرد و مظهر درآمد میدونن، عکسش هم هست، زن مرد زن رو در سکس خلاصش نکن. زن سکس تنها نیست، مردم سکس تنها نیست، یک مجموعه انسانی است. باید به این مجموعه به عنوان انسان برخورد بکنید، تمام زندگی میشه عشق، تمام زندگی میشه رشد. روابط میان دو همسر باید بر پایه عشق و احترام متقابل و حقوقمند با حقوقمند باشد. ازدواج به اکراه باطل است. زنان باید از نابرابری ها رها شوند. در حال حاضر در کشورهای جهان بیشترین بیکاران را زنان تشکیل می‌دهند و در همه جای جهان زنان در عین حال مادر، کارگر، همسر به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج خانواده می‌شوند و دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک دهم درآمدها و کمتر از یک صدم اموال به آنها تعلق دارد. در سطح جهان داریم حرف میزنیم ما. لذا برابر قاعده جبران و برای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند، باید مقرر کرد به تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود تا یک جامعه زنانش متحول نشن و رشد نکنن. امکان نداره دموکراسی برقرار بشه، امکان نداره رشد اقتصادی و فرهنگی ممکن بشه. تمام کوشش یک تحول باید برای رشد در درجه اول زنان، چون متاسفانه مردا باید بگیم که به خاطر رسم و رسومات و روابط قدرت بسیاری از حق زنان رو خوردن. حالا نمیخوام بگیم که حالا زنا بیان حق مردا، بلکه یه تساوی باید برقرار بشه در درجه اول، باید برای رشدشون امکان بیشتری به وجود بیاد. دولت مأمور از میان برداشتن تمام نابرابری ها بگردد که در زمینه این قانون برشمرده می شود. دوستان به بقیهش خودشون مراجعه کنن و ببینن که به اصطلاح اصول دیگه رو چه شکلی بهش پرداختیم. این کتاب 233 اصل داره. 233 اصل به تمامی امور روابط ما بر میزان حق پرداخته. خدمتتون عرض کردم که انسان‌ها با خدای خود بر اساس چی رابطه برقرار می‌کنن؟ بر اساس قدرت. در صورت که رابطه با خدا رابطه حقه، ما اگر خدا را حق مطلق ببینیم و بشناسیم، رابطه ما میشه حق با حق، اگر نه میشه معامله. با انسان ها همینطوره، بنده رابطه با شما حق با حقه، با ایشون حق با حقه، با ایشون حق با حقه. لحظه که من در ذهنم بیا رابطه من با ایشون بر اساس منافع، نوع رابطه من با ایشون عوض میکنه و ایشون سریع میفهمه که یه چیزی درست نیست. زنها در این تبحر دارن، زنها از نگاه مردان و نگاه بقیه میفهمن، از نوع رفتار اینا از کودکی آموزش میبینن که بشناسن
مردها رو. متاسفم مردها خیال میکنن یه طور رفت آمدن که خانمان نمیفهمن، اشتباه میکنن. اگه مرد تصور میکنه همسرش نمیفهمه در اشتباه، باید بدون نه، اون از بچگی وقتی 5 سالش هم هست میفهمه، حالا وقتی بزرگ شد که نه چه بهتر، مخصوصا اگه به گونه تربیتش کرده باشن که به حقوق خودش آگاه باشه، اون مثل بق خواهد فهمه. این کتاب بر اساس 5 دسته حقوق نوشته شده. یعنی چه؟ یعنی یک قانون اساسی لایک است. چند دقیقه وقت دارم؟ یا تمام شدم؟ 25 دقیقه شده، پس 10 دقیقه دیگه وقت دارم. چون همیشه 35 دقیقه من وقت میدید، منم 35 دقیقه خودم متاسفم. خدمتون عرض کنم که این چون 5 دسته حقوق هست، ببینید یکی از مسائلی که همیشه هست، خیلی هم مطرح میکنم، میگه آقا ما دیگه در آینده با دینامین کار نمیخوام داشته باشیم، یه حکومت لایق. حکومت لایق یعنی چه؟ یعنی جدایی بنیاد دینی از دولت. دیگه نمیشه گفت به شما هم که دیگه به خدا فکر نکن، یا به شما گفت اصلا چه شکلی فکر کن، که هر کسی هر فکری داره مال خودشه. بعد شما مثلا میشید مدیر یه کارخانه، بر اساس نظر خودتون میری، از قبل امتحان نمیگیرن بگید حالا ببینم شما چه نظری داری، آها پس این شکلی فکر کن، راد نمید، نه مدیری برنامه دارید بهتون راه حل میدن. پس مدیران اجتماعی هم میتونن راه حل های خودشون رو با طرز تفکر خودشون داشته باشن، ولی قانون اساسی باید لایک باشه. یعنی جدایی بنیاد دینی، جدایی و اینکه نه قدرتی از خارج، نه قدرتی در داخل، نه حزبی، نه گروهی، نه طرز تفکری حق دخالت در امور مردم، یعنی که برای مردم خط نشان بکشه و تعیین تکلیف کنه، در حقیقت استقلال و آزادی مردم رو زیر علامه است. این حقو هیچ کس نداره. اون قانون اساسی وقتی شد بی‌طرف، یعنی محور نداره، یک بستری است از حقوق، همم درش احساس رشد و تحول میکنن. یه چیزی که بسیار مهمه برامونه که یادمون نباید بره که هر کسی خودش هدایت میکنه، یا در جهت خوب یا هدایت میکنه در جهت تخریب. پس هر کسی باید بکوشه به حقوق عمل کنه، رعایت حقوق دیگری هم بکنه. وقتی رعایت میکنی فضا سازی میکنه. زناشویی چیست؟ وقتی میگم من عاشق زنم هستم یعنی چه؟ یعنی من احترام میذارم به اون که براش محیطی فراهم میکنم که او بیشتر رشد کنه. من که عاشقش هستم که هر روگم نکن، نرو، بشین، فلان، چون این که محدود کردنه. دوستی هم همینه. میگه این تو خیلی با این رفیقم راحتم. راحت. هر کاری میکنی تشویقم میکنه. با این فلانی حسوده، هر کاری بکنی یه جوری میخواد جلوتو بیاره. آدم هر کسی میفهمه دیگه. اون ضد حق من عمل میکنه، اون موافق حق من. رشد اندیشه و عمل به اندیشه آزاد در نبود خشونت ممکن میشه. این رو هر کس باید خودش با رابطه‌اش با خودش تنظیم کنه تا این نبود خشونت رو حس کنه. شما که در زمینه‌های مختلف میرید تحقیق میکنید و مقالات مختلف اینجا در جمع ما میاد، حداقل ما سه روز در هفته جلسات پالتاکی داریم غیر از جلسات حضوری، و در این جلسات دوستان عزیزی در زمینه‌های مختلف میرن تحقیق میکنن. من بهشون پیشنهاد میکنم این کتاب در اینترنت هم هست، اونجا هم هست، اگه کسی خواست میتونه اونو داشته باشه و در تحقیق خود استفاده کنه. آنجا که قابل نقده بگید نقد برش هست، این از حق زده بیرون. اونجا که نیست استفاده کنید ببینید چگونه باید ما با حقوق رفتار کنیم. فکر کنید الان آینده ایرانه، الان همه چی عوض شده. جمع ما باید به عنوان یک جامعه مدنی، به عنوان یک کانون مدافع از حقوق در مقابل رفتاری که در آینده میخواد انجام بشه، روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی باید موضع بگیره. باید بگه این قانون شما حق هست یا نه. ما باید خودمون پیشنهاد دهنده هم باشیم. مثلا یه کاری که ما میکنیم اصول رو میسنجیم که با قانون میخوره یا نمیخوره. اونجا سنجیده شده در سطح بسیار وسیع. خدمتون عرض کنم که یک سوال دیگه هم ازتون میخوام بکنم، و اون که در این لحظه که نشستید فکر کنید حقوق وجود نداره، حق وجود نداره، چی به ذهنتون میاد؟ جنگل. چی؟ جنگل. جنگل. جنگل تنها نیست، خشونت محض. اگر حقوق نباشه حتما خشونت هست.
اگر حقوق نباشه حتما قدرت است. هر کسی که از حق خودش میگذره فراموش نکنه یک کسی دیگه داره اجحاف بهش میکنه، و شما هر وقت به حق دیگری اجحاف میکنه یعنی طرف از حق خودش دفاع نمیکنه، در صورتی که عکسشه. اگر به حقوق رفتار نکنیم این بدن ما بیکار نمونه، حتما ما به خشونت عمل میکنه. این وظیفه ماست به عنوان انسان، انسان روشیا، انسانی که دلو میخواد متحول باشیم، عاشق باشیم، دیگری رو دوست داشته باشیم، مهر ببرزیم، عاشق طبیعت خودمون باشیم، آینده زیبا برای خودمون متصور هستیم، باید یک جامعه داشته باشیم که بستر تمام روابط ما با هم دیگه بر اساس حقوق باشه، یعنی رابطه ها رابطه حق با حق باشه. امید که در این عملی که ما میکنیم و این کوشش هایی که میکنیم که میدونم بی نتیجه نیست، تأثیرات بایسته در جامعه ایران بگذاریم و یک جمعی بشیم خلاق که یک آینده‌ای باشته باشیم در حقوق مداری و همه در یک ایران شاد، همه در یک ایران شاد همدیگه رو به همین صورت و در صورت خیلی بزرگتر ببینیم. خیلی متشکرم از حضورتون. خیلی ممنون. خانمی وارد شد و ازش خواست که بلند شد و بچه من بشینه. خب به طبیعی بچه گوش نکرد و یک مقدار خانم به من رو نگاه کرد، بلند شد با بسیار خشونت و حالت خیلی بدی دستش رو گرفت بلند بکن و مقاومت میکرد که باید بلند شد که بچه من بشینه. و من چیزی که اونجا خوشم اومد، تمام افرادی که تو مترو نشسته بودن به شدت چنان برخوردی با این خانم کردن که تو شما به چه حقی حتی دست به این بچه زدی؟ فکر کردی چون بچه کاره، چون پدر مادرش پیشش نیستن، تو اجازه داری بچه تو سرپا بیسته با. چه فرقی نمی داره؟ اونجا در واقع میخواست حق اونو ضایع کنه، چه فکر بزرگتری اونجا نداره و هم محق هستش. اما الان سوالی که من دارم اینه که الان در ارتباط با خانم های که در ارتباط با حجاب دارن مقاومت میکنن با. و در واقع از حقی که دارن میخوانیم حق رو بگیرن، این حق ما هست، حق پوششی که فرمودید و دولت این رو به صورت یه قانون در آورده. از طرف ما میگه قانون رعایتش الزامیه، همه باید قانون رو رعایت کنیم. گروه که مخالف هستن با بی حجابی نگو انتخاب پوشش، چون اونم میان چیکار میکنن؟ میان جلو و میگن قانون هست حجاب، من حجاب رو رعایت میکنم و چون قانون هست شما هم ملزم هستید به این رعایت این قانون. در ارتباط با درخت فهمیدید که باید میگم من دوست ندارم درخت رو، ولی ما هم اجازه بشه نمیدیم درخت رو قطع کنم، ولی در این ارتباط فکر نمیکنم بتونه مصداق پیدا بکنه. میکنه حالا خودم تو گروه های مختلف میبینم چیزی که میگم، میگم هر کس نظرش رو اعلام میکنه، گروهی با یه قانونی مخالفت میکنن و دارن یه مبارزه رو انجام میدن. شما هم میتونید نظر خودت داشته باشید. اما این گروه چقدر حق داره بگید شما باید این قانون رعایت کنید، چه خوب چه بد، این حق شما نیست و شما باید ملزم هستید به اطاعت از این قانون. خدمتتون عرض کنم که میخواد یکی که من جواب بدم بهتر. این حکومت‌های استبدادی خیلی قوانین میذارن ضد حق، مگه باید عمل کرد بهشون؟ عمل کرد دیگه. مثلا حالا بگیریم که در ایران یه قانون بذارن زنان ملزم هستن که تمام اموری را که مرد میگوید با آن عمل بکنن و اطاعت محض نمایم. حالا میگم حالا برفرض بگیریم، حالا یه چیزایی هم حالا تازه توی این حکومت هم عوض کردن که ما قبلا نبود زمانش. مثلا حالا یه دونه برگه طلاق هست، روزی که ازدواج میکنن تمام اموال مینویسن، خواسته های زن درش کتبا میشه، آقا باید امضا کنه. تماشا اونم نبود، وقتی به طلاق میرسید میگفت مهرم حلال جونم آزادم، گفتم تماشا. من با یه کوبایی صحبت کردم، کوبایی گفت که من تا حالا 5 دفعه ازدواج کردم جدا شدم. چرا این فکر کردی؟ بابا کوبا که خرج نداره که، 8 پزتاس میدی ازدواج میکنی، 5 پزتاس میدی جدا میشی. ببخشید دیگه، خیلی خیلی دیده بسیار بدی، یعنی زن رو در اون حد ورده پایین که هر وقت خواستی گفتم بچه داری، گفت به من چه اون بزرگ میکنه. بدونه این یه نوع دیده، خب یه قانون ضد حقه، قانون ضد انسانیست، قانون بردهداریست، ما که موافق بردهداری نیستیم که.
در این حکومت یه قانون گذاشته گفته حجاب. من یه چیزی بسیار تعجب میکنم، اونجا تو ایران میگه میترسم منو ببرم فلانجا، تو کنسولگری که میرن چه حجاب سرشون میکنن؟ غیر از اون نه، هستن کسایی هم که سرشون نمیکنن، هیچی بهشون نمیگن. من یه بار رفتم کنسولگری، بعد یه برگه میفرستادم ایران، باید کنسولگری اونو تایید کنه میفرستاد. اونجا دیدم یه سری خانم اومدن، حالا رو سرشونه به هر طریق، یکی اومده و شال بسته بود، یه خانمی هم با یه دختر جوانی مثلا همسن شما اومده رو سرم سرش نگه. هیچ کس به چی نمیگه. نمیگه نه کارت انجام نمیدم برو بیرون. اینها زور رو میکنن اصل. چه شکلی من میتونم به شما زور بگم؟ زور یه رابطه است. من زور میگم، شما زور رو میپذیری. شما میگی آقا قبول نمیکنم. نمیخوام. میگم از این اتاق برو بیرون آقا. همین الان برو بیرون. میگه برای چی من آقا دادم؟ نمیخواد برام، من نشستم حقم بشینم. تموم میشه. موقعی که قبول میکنید میشه. حال در ایران یه سری آداب و رسوم اجتماعی اومده ضد پوشش مثلا چادر روسری، خود ایرانی‌ها بهش اعتراض میکنن، میگن بابا تو مهمونی یه جور دیگه لباس میشن که اینطوری نپوشی بهتره. اونم والا سلیقه ایستا، من نمیخوام بگم خوبه یا بده، اون که دیگه بازم تشخیص جامعه است، تشخیص فردم هست. ولی حجاب یه قانونی است ضد اسلامی. خدمتتون شما عرض کنم حجاب در اسلام وجود ندارد. اینکه دارم خدمت دارم، حجاب به عنوان چادر، روسری، شال هیچ کمی در اسلام وجود نداره. تا 8 قرن بعد از اسلام چیزی به نام حجاب وجود نداشته. بعد یه دونه آخوند ایرانی گفته باید که زنان روسری بکنن، اونم با از سنت‌هایی که بوده تو جامعه ها. تمام فقها میگن آقا این که تو اسلام که نیست که، حالا کسی خواست میکنه، هیچ کس قبول نمیکنه. 200 سال بعد دو مرتبه چند تا فقیه میان استناد میدن به اون و میگن باید که چادر سرش کنه. یکی از اون فقها میگه حتی زن تا اینقدر عقب افتاده است که باید تو پستوی خونه در روش ببند. خب این که قانون نشده که، اونم یه فقیه بوده گفته. پس آقای ترکاشوند یه تحقیق کرده، اولین کسی که تحقیق کرده آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور ایران، کتابی در رابطه با زن نوشته بود، تمام اصول هم آورده بود توش به استناد. موقعی که داشتن تو چاپخونه می‌بردن یه گروه حمله کردن، کتابو دزدیدن، کتاب چاپ نشد. بعد اومد خارج، کتاب چاپ کرد، از نو نوشت، کتاب رو از نو نوشتن. در اونجا تمام اصول میگه، میگه آقا این نیست حجاب به این دلایل، همش هم دلایل قرآنی. بعد آقای ترکاشوند رفته 600 700 صفحه کتاب علاوه تاریخ اجتماعی اون دوره تحقیق کرده و به استناد کلمات و آمار و همه چی میگه بابا نیست. اینا هر چی میگن ذهنیت اینا بعد از 800 سال ساختن، آخوند اومده ساخته. آقای جعفری هم بعد از آقای ترکاشوند رفته یه تحقیق دیگه کرده، اونم آورده میگه نه طبق این اطلاعات و آمار و ارقام نیست. حالا بقیه آخوندها قبول میکنن؟ نه، برای اینکه میگه که آقا من نونم اینه که تو اینه که بیام روزه بخونم همه سینه بزنه ایده بشنم اونجا. اگه زن دارای کرامت هست و حق و حقوق داره، خود دیگه اون ملا اون بالا چی کاره است؟ در یه دینی که میگه ما در اسلام رهبان نداریم، یعنی آخوند نداریم. ما تو ایران 150 هزار تا میگن آخوند رسمی است. حالا اون بحث جداگونه. پس یه قانون ضد حقوق است. اگر انسان حق انتخاب داره به این ترتیب به این ترتیب به این ترتیب، مثلا تو آلمان هم حق انتخاب هست، ولی کسی اجازه نداره لخت مادرزاد بیاد تو خیابون. اگر اومد مثلا یکی تلفن میکنه میگه که داره لخت میره. ما یه همسایه داشتیم، یه خانم بود دیوانه شده بود، ساعت 12 شب راه میافتاد میرفت وسط خیابون، وسط شهر من نصف شب بود تو پیاده رو میرفت، پلیس میگرفتش. دو مرتبه اینا تفلی براش میدن برن تو خونه، یکی همی برد میرفت لباس تنش میگم، دو مرتبه دو شب بعد میرفت و آخر کار بردنش بیمارستان چون مریض شده بود. هم کسی هم باش کار نداشت، زندانش هم نمیکردن، ولی خب دیوانه شده بود دیگه. مثلا چند وقت پیش یه فیلم تو ایران نشوندن، یه خانم رفته وسط یه میدانی لخت مادر داد، میگفتن چندین و چند بار اومده بود. خب اختلال روانی پیدا کرد. با این حال قانون در آلمانه که کسی باید مشروع لباس بپوشه، مثلا با بیکینی نمیتونه بره تو فروشگاه. میگن میبخشه شما بیکینی جاش، یا مردی با یه شورت کوتاه بره، میگن جاش اینجا نیست. حالا این یه نوع پوشش دیگه، یه جامعه هم یه عرف خودش داره. این که خدمت عرض کردم، من بر این باورم که زنان، فکرش بکنه در تهران 30% زنان فردا همه هم بیان به حجاب، من چیکارشون کنم؟ هیچ کارش نمیتونم کنم.
من از یه کار یه خانم بسیار بیشتر از همه لذت بردم و از کار یه عده بسیار بدم من. روزی که دختر اون خیابان از بالا کشیدنش پایین، جمعیت واسه مرد زن نگاه هیچ کسی چی نمیگفت. و از یه خانم محجبه بسیار خوشم اومد که در دفاع از حق اون خانمی که میخواد بوسش بده را پرچم گرفت گفت منم موافق اون هست. یعنی پوشش آزاد. الان شما چند نفر خانم یاد، هر کسی یه نوع پوشش انتخاب کرده. خب طبیعیه که هر کسی حقش پوشش خود، همه هم آراسته هستی، کسی نمیتونه بگه این آراسته تر از اون، اون برای همون هر کسی یه مدلی انتخاب کرده. هر کسی هم رو صبح مده نگفته میخوام بدترین لباسم، هر کسی گفته من رو قشنگ میخوام، پس این حقشه. مردان به همین ترد. اینه که اون خدمت رو عرض کردم، من بر این باورم جامعه رو انسان‌ها عوض میکنه. اگر زن ایرانی خودشو در تحقیر میبینه که میبینه، اعتراض بکنه، میگه نه ما رو میکشن، نه آقا داره هر روز داره میکشه. مقدار میگن به قول اصلاح طلب بودن هزینه باید داد. آقا این هزینه کمه که هر روز هر دختری تو خیابون میره از ترس مرد باید بلرزه، از ترس همکار باید بلرزه. این زنش، اون مردش همینطور. امروز سر کاردم، فردا نیستم، تا کی من باید همه اینا رو با هم جمع کنه؟ ببینیم میلیاردها هزینه است که جامعه ایران از عمر خودش میده. خب یه دفعه آقا وایس جلوی استبداد، یه سید علی خامنه‌ای ها، چیز گنده تر از اونم نیست. حالا مثلا بگید چم پروفسور فلان بودم، چی دارین؟ چیست که در مقابلش نتونی بیستی بگی آقا تو نمیخوام؟ میگن مدرس تو راهروی مجلس رضا خان یقش گرفت، گفت تو پیره مرد از جون من چی میخوای؟ گفت میخوام که تو نباشی، میخوام تو نباشی، تو رو با من مستبد نمیخوام. این جامعه یه دفعه باید بگی آقا من نمیخوام. خود چه راحت کنه؟ میگید راه حل نیست؟ آقا راه حل هست. میگید برای اقتصاد راه حل نیست؟ برای اقتصادم راه حل هست. ما با این دوست عزیز تو راک مدی مفصل حرف زدیم. ایران دارد استعدادهایی که ایران رو در استقلال و آزادی اداره کنند. ما کشوری چه میدونم احمق ها و بی سواد ها نیستیم، ما کشور متمدنی هستیم، میتونیم وطن خودمون رو بسازیم. حالا چند تا دزد و چه میدونم آدم مستبد بر حکومتن، اینه که میشه گذاشت کنار بر رب زندگی. بفهم میبخش ایشون نظامت میکنه. آقای محمودزاده و آقای من تو بخش تو اداره کار میکردم، حالا تو شهره کار میکردم. توی اون تایم یه بحث آموزش همگانی بود که مردم در مورد بازیافت و محیط زیست آموزش بود. یه چیزی من الان هم داره میبینیم تو مردم، مردم بی تفاوتن نسبت اول به محیط اطرافشون، نسبت به آموزش هایی داده میشه، نسبت به اطلاعاتی که داده میشه بهشون، نسبت به اتفاقات اطرافشون بی تفاوت. این بی تفاوتی مردم رو چطوری میتونیم به قول معروف کنار بذاریم، وارد فعالشون کنیم؟ یعنی اصلا بهشون دفاع کنم. خیلی بی‌تفاوت از کنار اون مسئله. هر کاری که شما می‌کنید، این مثلا ما الان اینجا هستیم، چی هستیم؟ یه مجموعه هستیم، یه پدیده است. مثلا بگیریم یه عنصر رو در نظر بگیری، میگه این اکسیژن با هیدروژن این شکلی ترکیب میشه. تو هر شرایط دیگه ببری ترکیب نمیشه. شرایط خاص خودشو می‌خوره. میگه در این شرایط که اکسیژن و هیدروژن کنار هم ببری ترکیب میشه. میگه این درخت چه شکلی بزرگ میشه؟ میگه این مقدار حرارت میخواد، این مقدار آب میخواد، این مقدار فلان، این مجموعه باشه. اگر این مجموعه نباشه این درخت نمیشه درخت مثلا 100 ساله. میگه چرا نشد؟ میگن اون سال خیلی بارون اومد، اون سال آفتاب خیلی بود، نه سرمای زمستان. اینا یه مجموعه است باید باشه. رعایت حقوق یه مجموعه است توی کشور. یه قاضی القضات مستبدی رو این کشور انتخاب میکنه، دست در جنایت داره، فردا میگه ما میخواهیم عدالت در کشور رعایت بشه. مردم میگن بخشیا خودت هزاران آدم کشتی و جنایت کردی، چه شکلی از قضاوت حرف میزنی؟ پس هر کسی سعی میکنه در عدم قضاوت کار خودش انجام بده. بنده با ایشون آشنا هستم، ایشون هم یه پسرخاله داره قاضیه، میرم رابطه برقرار میکنم. همه چیز دیگه رابطه حق با حق نیست، میشه روابط، رابطه ها مسئله رو حل میکنه. حالا محیط زیست، مردم ایران متاسفانه نفت رو از خودشون نمیدونن. میدونن؟ نمیدونن. میگن نفت دولت. هیچ کس نمیگه نفت ملت، بس که نفت مال ملته.
نفت باید به عنوان سرمایه در اقتصاد ملی عمل بکنه. نه نمیکنه. نفت رو میفوشن، یه سرمایه دست دولته، دولت هر چیزی روش خواست خرج میکنه. به هیچ کس هم پاسخ نکنه، اون نیست. تا حالا شده یکی بیاد پاسخگو باشه امسال که فروختیم کجا چه شکلی خرج کردیم؟ طبق این قانون اساسی دولت موظف است تمام کارهای اصولیشو به مردم بگوید، توضیح بده. باید رسانه در رابطه داشته باشه که هر روز اینها رو به مردم اطلاع بدن. شما هم همیشه میگه آقای شفایی اطلاع رسانی، حرف درسته میگه ایشون. جمع ما هم همه میگن اطلاع رسانی باید بشه، جامعه بدونه چه بلایی داره سرش میاد. درسته؟ حالا یه مجموعه داریم در ایران که این با هم همخوان نیست. مثلا کودک خیابان رو شما میگیرید میخواد کمکش کنید، ببرید توی بهزیستی. بهزیستی میگه آقا بودجه نداریم اونقدر، سه شب نگه میداره. یا آقا نمیشه که. میگه میخواد بره به کلانتر شکایت. کلانتر آقا با ما مربوط نیست، من شکایت میکنیم. میگن بره قوه قضاییه. قوه قضاییه میگه نه، در این امور ما اینا با هم رابطه ندارن. در آلمان چرا دارن؟ همسر من به اصطلاح جزء مدیریت خانه دخترانه. اگه یه دختری بهشون مراجعه کرد مثلا تا دو هفته ازش نگهداری میکنن، بعد با مراجع مختلف حرف میزنن که به کار این رسیدگی بشه، بعد اینو میفرستنش دو مرتبه جای بهتر، به این امکانات میدن تا این بره به یه موقعیتی قرار بگیره که برگرده سر زندگی خودش. حالا تحت هر گونه فشار، میتونه تجاوز باشه، میتونه دعوا با مادرش شده باشه، قهر میکنه مثلا میره خانه دختر. یه مجموعه است عمل میکنه. این مجموعه یه جاش عمل نکنه هیچ. در ایران چون عمل نمیکنه، مردم نه نفت مال خودشو میدونن نه طبیعت. حالا یه عده به وجود اومدن، این برای من مایه امیده که یعنی میرن تو کوه آشغالا رو جمع میکنن، میرن کنار ساحل جمع میکنن. من اینو در مصر دیدم. طرف سیگارشو با کرد کاغذش اینطوری انداخت، حتی نگفت اینطوری همتون داخت. و اون که داشت میرفت پفکش که خورد انداخت، اون که داشت میرفت لیوانش خورد. یعنی حتی دو جو هم من گفتم میبخشه دیگه، حد آدم نگاه. اینا جزء فرهنگشون نیست که این آشغال رو یه جایی بندازن، حتی اگه سطل آشغال باشه کنارش میندازن. حالا پدر من میگفت 30-40 سال پیش، میگفت من از این تعجب میکنم که تو پارک سطل آشغال هم گذاشتن ها، این آشغالش کنار سطل انداخته. آقا نمیده توش. درسته؟ پس یه فرهنگ میخواد. من اعتقاد دارم در آینده ایران اگر یک دولت حقوق مدار باشه و این آموزش ها داده بشه، مردم این طبیعت رو از آن خودشون باید بدونن. تو این جنگلی که میرم من صاحب جنگل نیستم، من دوست این جنگلم. بعد اون موقع اینا تأثیر میذاره. غیر از این الان خیلی آموزش میدم، مثلا آب نریزید. میگه آقا پول دارم میخوام بریزم. براش مهم نیست که تابستون دیگه آب نیست برای بقیه نمیرسه. اینا یه دم تازه اینطوری میگن، میگن ما داریم مبارزه منفی میکنیم. آقا مبارزه منفی چیه؟ میگن یه نفر داشته که تنبیه میکرد، گوشش گرفته و دور میدون میدوندش. این که تنبیه نیست، خودش هم داشت تنبیه میشد چون داشت با اون میدوید. تنبیه موقعی که وایسی بگی بدو 10 دور. اینا تو ایران میگن ما مبارزه منفی میکنیم، طبیعت خودشونو خراب میکنن، پدر طبیعت در آوردن این مبارزه منفی. یک نفر اعتراض نمی‌کنه آقا چرا اینقدر آشغالا رو میلیون‌ها تن در سال آشغال فقط از شهرهای مثل تهران میره تو بیابون، چالم نمی‌کنن میریزن تو گودالا، بعد بارون میاد شیره رو میبره زیر زمین، میبره تو سفره‌های زیرزمینی، بعد یکی با موتورش میکشه بالا، بعد میده ما میخوریم. یه جریانی از کثافت.